السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګران لیدونکو، کابل د آبادۍ په لور خپرونې ته په خیر راغلاست. دغه خپرونه د کابل ښاروالۍ لخوا نه او د افغانستان ملي تلویزیون په همکارۍ باندې هر اونۍ یو ځل خپرېږي. در بخش نخست این برنامه گزارش داریم از فابریکه عناصر سنگی ښاروالۍ کابل. د کابل ښاروالۍ د لوحو مالیه څه ده او د ناحیو په ادارو کې څنګه او په څه ډول اجرا کیږي؟ د خبرونه په دویمه برخه کې په دې اړه راپور لرو. فیمیت مربع 500 افغانی تاکس است و در ادامه برنامه هم به این موضوعات میپردازیم. خپل وطن جوړو. احیا و ترویج فرهنگ نهالشانی نیاز اساسی و بنیادی جامعه امروزی انسانی است. په دې کې ډېر مصارف شوي دي. د دې په کوم معیار لایټینګ شوی، دلته ښه بوټي راوړل شوي دي، نهالشانی شوی ده. بخش نخست برنامه کابل به سوی آبادانی خوش آمدین. اینجا فابریکه عناصر سنگی ښاروالۍ کابل است. در 22 سنبله 1401 رسما این فابریکه آغاز به فعالیت کرده و فعلا 4 نو سنگ در این فابریکه تولید میشه. سنگ های تولید شده در این فابریکه بیشتر در سنگ فرش پیاده روها، زینه ها و نمای دیوارها مورد استفاده قرار می گیره. مختلف سنگ ها را اینجا تولید داریم. مقاومت زیاد دارد و بیشتر هم برای زیبایی نماها مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین سنگ که بسیار کمیافت است. تری وارتن بهترین سنگ است که در فابریکه عناصر سنگی ښاروالۍ کابل تولید می شود. زینه بسیار مقبول معلوم می شود. سنگ مرمر سیاه و سفید نوع دیگر تولید این فابریکه است. گفته می شود این سنگ بیشتر در ساخت پتزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سنگ مرمر سفید است. این هم سنگ گرانیت. افغانستان بسیار کمیافت. یکی از ویژگی های این سنگ مقاومت زیادش است. به همین دلیل از آن در ساخت پیاده روهای شهر بیشتر استفاده می شود. در پارک شارنه و از یام کار گرفته، از مرمر سفید هم کار گرفته. منبع اصلی اما دامنه های کوههای اطراف فابریکه عناصر سنگی در جنوب شرق کابل است. کوههایی که ارزشمندترین سنگ ها را در دل خود جا دادند. یک معدن ما امو کوه که مونی میشه اون تناد اثرش است. به نام تری وارتن که کدام سنگ گفتم براتون، به خاطر نماک کار میگیره از اونجا میاره. و معدن دیگه ما که از اینجا فلحال این خانا که معلوم میشه سر گوندی پشت سر ازی است. سنگ گرانیت ما از اینجا. این سنگ های بزرگ از دل این کوها توسط این وسیله کنده شده و به اینجا آورده می شود. البته در معدن ما در اونجا یک ماشین داریم به نام ماشین سیمبر. اکثر او سنگ هایی که بسیار وزن زیاد داره توسط سیمبر او را آرام میکنیم. به اصطلاح عامیانه دو نیمش میکنیم که نیمش کردیم انتقال میتیم توسط تیلری و با کرن بلند میشه و در تیلری انتقال میشه اینجا. کدام تیم مشخص دارین ساحه شناسایی میشه که اینجا؟ بله بله بله. او تیم مربوط ښاروالۍ میشه؟ مربوط ښاروالۍ، مربوط همی آمریت استک به نام مدیریت معدن. این اول شناسایی میکنه او سنگ اینجا میاریم، نمونهش میاریم، حتی خود ښاروال صاحب نشان میدیم که از این سنگ ما استفاده میکنیم. خود ښاروال صاحب هم الحمدلله در این کارا بسیار لایق است، بسیار خوب میفهمه در حساب سنگ. کلی نشان میدیم این سنگ ما تولید میکنیم، این یک دفعه نظر بده. شروع کار قطع قطع شدن سنگ ها هم توسط این ماشین در اینجا صورت میگیرد. این سنگ های طبیعی را این حلقه داخل ماشین انتقال میدهد و داخل این ماشین این سنگ ها این گونه تقسیم می شوند. این ماشین که به نام ماشین واتیکر میشه، توسط از این کرن این سنگ بلند میشه، سر از این پخش مونده میشه. سنگ کاتایی خود میتونه مختلف سایز ها را. وقتی که این سنگ ها را کار کرد، از اینجا این سنگ انتقال میشه، فرمایشات ښاروالۍ و یا دیگه جاها که به ما میاد، توسط از اون ماشین های دیگه ما برش میکنیم. حاصل این ماشین حالا در بخش دیگر برده می شود. ماشین ما به نام سایز کتر یاد میشه. وقتی که ما فرمایش به دست میاریم کدام نوع سنگ تولید کنیم، امون سنگ نه در اینجا مثل از جا اینجا به مختلف سایز ها کار میشه و مشتری خود میشه.
روزانه ساعت 8 این ماشین ها فعال می شوند. الا ساعت 4 عصر کار در اینجا جریان دارد. گفته می شود کارمندان فابریکه عناصر سنگی شروالی کابل همه افراد با تجربه و مسلکی هستند. سالور کلمه دا کار کرده. نو پا جلال آباد می کرده. دلتا کار سر وراته بجه شروع کرد. تروازیگر سالور پوری کار کرد دلتا. ما مخ کرده کار پا پاکستان که کرد دو دیار لسکال نوشو و سندل دا شرکت دوشه و دلتا لگیم. دزگاه ماشین ما اینمی جاست. مستاز واتیکال پیشتر گفته می که ماشین کلان بنام ماشین واتیکال یاد میشه. دزگاه از این ماشین اینمی است. و اینا چیزهای اضافی است دیگه که در اصل کار به دست بیان؟ مطلب شما از اضافی چی مانا که اوسو میفته؟ بله. نه خیر. نمفته اوسو؟ نه خیر. هیچ مواد از این فامریکا بیهوده نیست. یعنی مورد استفاده مورد قرار استفاده قرار میگیره. نمونهش در کار چارنو کار کرده ایم. اونجا میتونین ببینین و در داخل خود فامریکه ما نمینجا آل عملا نشان میتون برتون که ما چی کرده ایم از این. این مواد است که سنگ فرشا را ما سر از این کار میکنیم فقط یک دوغاو میخواه. بس. یک دوغاو میخواه. بگم چیز بسیار با کیفیت. با کیفیت. او که ما در باز جایا از موزاییک کار میگیریم 100 برابر از موزاییک کده خوبش است. تولیدات فابریکه عناصر سنگی مشخص برای ضرورت شهر کابل است. آیا ضرورت شهر کابل تولیدات ای فابریکه مرفوع میسازه؟ چی پلان بر توسعه ای فابریکه وجود داره؟ طبعا اگه که در تیگو ضرورت کیگی کچه در تیگ مونگ در بازار نه خریداری که خود یو اضافی مصرف ده نو مونگ دقت هدف ده دقی فابریکه داو چه مونگ خود کفا شو او مونگ در خپل چمر مواد چه ده پا پروژو که کارو کلی که اگه مونگ خپل تولید ولرو مثلا در تیگو تولید مونگ لرو در اسفالت و تولید لرو در بیسکورس و در سبیس و مواد چه پا پروژو در سرکسازی که استفاده که اگه مونگ خپل تولید لرو نو دغه تیګه چې مونږ کار په شروع کړه دی چې ګرانیټ تیګه ده او ترواتن تیګه او ګازک او سنگ مرمر نو دا کولی شو مونږ د ساختمانونو په نوما کې هم وکاروو د پارکونو کې پیاده روانو کې وکاروو او د ګلدانونو کې وکاروو دا ډیر ښه تیګه او ډیر ښه مقاومت لري. می فابریکا نوساز استه و کارایشان نو شروع کدن درنده ما به مختلف پروژه ضرورت داریم که از سنگای فابریکا استفاده کنیم. طبعا مشکلات ها و چالش ها هستن در تولید سنگ. انشاءالله ما کوشش میکنیم که ضرورت های فابریکا را پورا کنیم چی در بخش تولید باشه چی در بخش خریداری ماشینری باشه و چی در بخش تیم تکنیکی باشه. انشاءالله ما کوشش میکنیم که چیز ضرورت هایی که فابریکا هستن مثلا با پالشنگ ماشین خریداری شوه که انشاءالله پیشنهادشان آمده با ما انشاءالله که خریداری میکنیم برشان و در بخش برق یک مهم سورس هست در فابریکا مشکلات برق دارن با کمبود برق روبرو هستن اونا انشاءالله کوشش میکنیم که با وسیله جنریتور برقشان هم فراهم بسازه. از انجینیر عامر یاسر زمرک معین ساختمانی و ترانسپورت عامه شهری شروالی کابل تشکر. با غرس و حفاظت از یک نهال بیایید محافظ محیط زیست شهر خود باشیم. احیا و ترویج فرهنگ نهالشانی نیاز اساسی و بنیادی جامعه امروزی انسانی است و نهالشانی که در حقیقت سرمایه گذاری بر طبیعت است نه تنها سبب زیبایی و شکوفایی محیط زیست ما در دنیا می شود بلکه مایه رستگاری ما در آخرت نیز می شود. آنچنانی که شاروالی کابل در این راستا تلاش های قابل قدر انجام داده و امروز تیم محترم شاروالی کابل برای پروسه نهالشانی به مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تشریف آورده با ابراز سپاس و امتنان از اینها از سایر شهروندان محترم کابل خواهش داریم تا در پروسه نهالشانی با همکاری شاروالی کابل نقش عمده خود را ایفا نموده و با غرس نهال ها در خانه و کوچه و ناحیه خود مسئولیت دینی ملی و اجتماعیشان را انجام بدهند و کوشش نمایند تا این نهال ها هر کدامشان به درخت های تناور و بزرگ تبدیل شود.
د کابل خروله لخوا د لاهو ټیکس اخستل څه دي او د ناحیو په ادارو کې په کوم شرایط او په کوم ډول اخستل کیږي؟ ګران لیدونکو راځئ په دې اړه باندې جوړ شوی راپور په ګډه وګورو. این تصاویر صبح یک روز کاری کارمندان موظف در بخش تکس لوحه را در ناحیه 11 نشان می دهد. آغاز کار از یک سلمانی است. مسئول این سلمانی کارش را در این ساحه ناحیه 11 تازه آغاز کرده و هنوز از پرداخت پول تکس لوحه ها خبر ندارد. یعنی لوحه هایی که شما نصب کردین مطابق قانون تکس دارد. اولا لوحه اش اندازه گیری می شود، بعد بر اساس اندازه لوحه مقدار پولی که او باید پرداخت کند مشخص می شود. از 1 متر الی 3 متر فی متر مربع 500 افغانی تکس است. 1 متر 500 افغانی، 2 متر 1000 افغانی، 3 متر 1500 افغانی، متر 4 میکر میرسه 1000 افغانی میشه. بله. که مجموعاً 2500 افغانی برای یک سال ایر شما پرداخت میکن. از همی تاریخی که تعرفه‌تان نوشته شد تا سال دیگر به همی تاریخ ای مدار اعتبار است. لوحه های شهر بخشی از درآمد عوایدی شورای کابل به حساب می روند. روزانه کارمندان موظف در این بخش در شهر در گشت و گذارند. آنها به نحو تلاش می کنند تا اصناف را متوجه بسازند تا برای لوحه هایشان تکس پرداخت کنند. 401 تا ویل کردید. آفرین، اینمی آویزایتان را می بینید. باش کدام هست بود؟ اینمی شه 401 از جواز از مالیه و شما یک شخص بسیار خوانمند هستین. خودتان هم چنان. ما دیگه می تکس لوحه را چون دولت میگیرم ما مجبور هستیم که میره به حساب تاویل کنیم چون حق دولت است. در سال مالی 1401 ما تانستیم از اول بهار تا اکنون که ختم سال مالی هست مبلغ 5,600,000 افغانی را تا اکنون جمع آوری کرده. یک هفته تا ختم سال مالی باقی مانده که تقریبا 270 لوحه ما تعرفه صادر شده، اما پیسش تا هنوز تحویل بانک صورت نگرفته. انشالله تا ختم سال مالی ختم میشه. عواید به دست آمده از آدرس تکس لوحه ها مسئولان در شورای کابل را برای عرضه بهتر خدمات شهری برای شهروندان بیشتر کمک میکنند. تیره اونه ای دی کابل خار دا تورل سمیناهی اروند دی کمربند سبز یا زرغون کمربند پروژی پسی مکی دی نیالگی کنولولوی کمپاین پلارا چول شوی و چی پترس که زرغون نیالگی کنول شول. رازه ایچ دی کمپاین تفصیلی راپور بگرد سر بگرو. دی تفریحی سیمو دا خکولا او دا زرغونی سیمو دا پراختیا پا مخا دی څوارلس سمیناهي اړوند د قرغې بند په زرغون کمربند سیمه کې د زرغونو نیالګیو د کینولو چارې پیل شوې. په یادو مراسمو کې چې د کابل خرولې مسؤولانو، د افغان روغتون ډاکترانو او د څوارلس سمیناهي اوسیدونکو پکې ګډون کړی و، د کابل خرولې د زرغونتیا رئیس مولوي عبدالوکیل متوکل وویل چې د کابل خرولې پرسونل اوسمهال د قرغې بند سیمې د زرغون کمربند په 270 هکتره ځمکه کې دا یو نیم سل زره نیالګیو او ونو په ساتنه او پالنه بوخت دي. د نوموړي په وینا د یادې سیمې د زرغونتیا د پراخولو په موخه ټاکل شوې ده 25,000 نوي نیالګي هم کینول شي څو دا سیمه په یو غوره تفریحي سیمه بدله شي. موږ خپله مثمر نهالونه لرو په کمربند سبز کې انشاءالله په ضرب د اتو یا لسو ورځو کې به دا په دې علاقه کې ټول نهال شي. د دې د بیارۍ او د حفاظت لپاره خپل کسان ګمارل شوي دي او د خلکو نم غوښتنه په دې غونډه کې وکړه چې د دې کې موږ سره شرکت وکړي او همکاري راسره وکړي. د ښاغلي متوکل په وینا مخکې د زرغون کمربند د خړوب او ساتنې مسؤلیت د کرنې او اوبو لګول وزارت پر غاړه و چې تیر کال دا مسؤلیت کابل خرولې ته وسپارل شو. د قرغې بند په سیمه کې د زرغون کمربند ونې اوسمهال د یوه ژورې څه او د اوبو د 5,000 له لارې چې د غونډۍ په سر کې موقعیت لري خړوب کیږي. د کابل خرولې د کلتوري چارو رئیس قاری ولی ګل جواد بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل خرولې د مسؤلانو او خاریانو په ګډه همغږي به د تفریحي سیمو زرغونتیا پراخه شي. اوس امارات خپله سینه پراخه کړې ده په هره برخه کې. افغانانو ته ښه چانسونه برابر دي که هغه د تجارت سرمایه ګذارۍ برخه ده یا سرسبزي برخه ده یا د ښاري ښکلاګانو برخه ده. امارات لبیک ورته وایي. نوموړي د افغان روغتون له ډاکترانو څخه چې د قرغې بند په زرغون کمربند کې دا زر نیالګیو مرسته کړې ده مننه وکړه. کابل خرولې پلان لري
چې د سوکاله خارج ژوند رامنځته کولو، د هوا پاک ساتلو او د ذهني آرامتیا په موخه زرغونو سیمو ته پراختیا ورکړي. از آنجایی که فصل فصل نهالشانی است، از طرف شرولی کابل در هر طرف کابل کمپاین های نهالشانی جریان دارد. در هفته که گذشت مسئولان در شرولی کابل در سطح ناحیه نهم یک کمپاین بزرگ نهالشانی را راه اندازی کردند. به منظور توسعه و گسترش ساعات سبز و تای مراسم کمپاین نهالشانی در ناحیه نهم با غرس نهال توسط مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شرولی کابل، شوراهای علما و کلای گذر و جوانان در محوطه تعمیر اداری این ناحیه برگزار شد. معین امور اجتماعی و کلتوری شرولی کابل تای سخنان به اهمیت و ارزش درخت از دیدگاه دین مقدس اسلام و فواید آن در زندگی شهری روشنی داده تاکید کرد که در این فصل فرصت نهالشانی را جهت یافتن کابل سرسبز و زیبا از دست ندهید. مسئولان و شهر رندان هر ناحیه برای سرسبزی ساعت شهری و محلات زندگیشان مسئولیت مشترک دارند. وی دعوت کرد تا به منفعت خود و عموم شهروندان اندیشه کرده در شاندن و مراقبت نهال سعی و تلاش به خرج دهند. شاندن و مراقبت نهال صدقه جاریه و عمل پسندیده است و رسم پارینه شهروندان قدیم کابل می باشد که باید احیا و برجسته گردد. وطن پا خدا سرا، وطن پا آباده سرا، دخل کو پا خوشاله سرا رب العزاوال دې خوشاله کېږي. دا نهالشانی د ونو کېنول سرسبزې د داسې یوه صدقه جاریه ده، داسې یو اجر او ثواب کار دی، نه یوازې انسانیت ده، حیواناتو، مالونو، میږو، بزو، مرغانو ته ګټه رسیږي. در همین حال عبدالمجیب صافی رئیس شورای وکلای گذر به نمایندگی از اهالی این نهایت تعهد همکاری سپرده گفت که توسعه و حفظ سرسبزی شهر کابل تنها مسئولیت شورای کابل نبوده، بلکه همه باید به آن توجه نماییم. گران لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو، د دمې وروسته بیرته زموږ سره پات شئ. ما یک شخصیت بسیار مهم هستم، بسیار مسئولیت ها دارم و وجود من در هر شهر بسیار مهم است. اگر من نباشم به مردم شهر مشکلات زیاد پیدا می شود. بله، من یک سطل کثافات هستم. من 24 ساعت در وظیفه خود استاد هستم، اما دی روزا بسیار جگرخون هستم، دلم می شه گریان کنم. چرا؟ از خاطر که دی شهر هیچ کس در قصه من نیست، هیچ کس امرای من هم نوا نیست، هیچ کس مرا درک نمی کند که چرا اینجا هستم. مرا از نظر انداختند. می فهمین ده ای شار کل مردم جنگلی خود در کوچه و سرک مندازند. بسیاری از مردم از سطل کثافات استفاده نمی کنند. حال ما خو ناق اینجا نیستم. بعض از مردم کثافات خود در اطراف ما مندازند. یکان مردم در کنار ما رفع حاجت می کنند. حال اینجا خود تشناب نیست؟ راستی که بسیار اعصابم خراب میشه. وقت شار چتل باشم و بسیار خفه میشم. پراگندگی کثافات در شار بسیار مشکلات ایجاد میکنه. مثلا کثافات توسط باد به هر طرف پراکنده میشه. کثافات با هوا یک جا میشه. وقت شما آن را تنفس میکنید، هم کلان ها و هم شما طفل ها مریض میشین. از طرف دیگه شار بدرنگ میشه، کل جای بدبوی میشه، موش، مگس، حشرات زیاد میشه. بالاخره هرچی که از اضرار کثافات بگویم کم است. اگه کل مردم جنگلی خود در سطل کثافات بندازن، شار پاک میمانه، اطفال مریض نمیشن، شار بوی نمیگیره. مهمتر از هر چیز که شاروالی با آسانی میتونه جنگلی و کثافات جمع کنه و جای مخصوصش ببره. دوستای خوبم، شما باید به کلان ها بگوین که جویچه، کوچه و سرک جای کثافات نیست. هر چیز از خود یک جای داره. بیاین کثافات را در سطل های مخصوص بندازیم و شهر خود را نگاه کنیم. اگر شار پاک باشه، شما هم صحتمند می باشین. ما شما می تانیم با هم یک شار مقبول و زیبا داشته باشیم. ما هم منتظر همکاری شما هستم.
د ښاری ښکلا پروګرامونو پر دوام په ملک اصغر څلورلارې کې د پامیر شرکتونو ډلې په مالي ملاتړ د ښاری ښکلا یو سمبول تر جوړېدو وروسته د کابل ښاروالۍ د کلتوري او ټولنیزو چارو مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور او د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې د مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني له لورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال له هغو سوداګرو چې تر دې دمه یې د ښاری ښکلا په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده مننه وکړه. ویویل چې د داسې پروګرامونو په پلي کېدو سره به د ښار په بڼه کې غوره بدلون راشي. د هیوادوالو نه مهمه ده چې د دې په حفظ مراقبت کې په دې کې ډېر مصارف شوي دي. د دې په کوم معیار لایټنګ شوی، دلته ښه بوټي راوړل شوي دي، نیالشاني شوې ده. د دې په حفظ مراقبت کې زموږ سره همکاري وکوي، دغه وساتي ترتو تخریب نشي. د نوموړي په وینا کابل ښاروالي د ښاري ښکلا لپاره نوي پلانونه تر لاس لاندې لري چې یو پر بل پسې به پلي شي. د کلتوري چارو رئیس قاري وليګل جواد بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د ډیزاین له مخې د ملک اصغر څلورلارې ښکلا چارې د خصوصي سکتور په مالي مرسته د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت په شپږو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په څو پوړونو کې د یوه سمبول جوړول، د اوبو فوارې، زرغونه سیمه، د نیالګیو زینتي بوټو کېنول، د څراغونو نصب او د کټارو رنګول د یادې څلورلارې د ښکلا په چارو کې شامل دي چې ورسره به د ښار په دې مرکزي برخه کې ښاري ښکلا لا ډېره شي. کارمندان بخش صحت محیطی و محیط زیست ښاروالۍ کابل در هفته که گذشت در ناحیه ششم 1500 کیلوگرم مواد بیکیفیت و تاریخ گذشته را از بازارهای این ناحیه جمع‌آوری کردند. مسئولان ناحیه ششم طی بررسی های اخیر از بازارهای این ناحیه به مقدار 1500 کیلوگرم مواد بدون کیفیت و تاریخ گذشته را جمع‌آوری نموده و غرض از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شد. این مواد شامل شیر، قیماق، چپس، چاکلیت، بسکویت، شامپو، صابون، انواع نوشابه، کچپ و دیگر مواد شوینده می باشد. جنس های مختلف و نوع وجود دارد که از بسکویت گرفته تا شیر و مربا و نوشابه باب و خوراک باب، چاه، تمام چیزهایی که مورد خوراک انسان است و تاریخ گذشتن تاریخ برازو یک صدمه وارد میکنه شامل ازی میباشه که در بیشتر از 1500 کیلوگرم مواد جمع‌آوری شده و انتقال می‌گردد. چگونگی، کیفیت و تاریخ مصرف مواد خوراکی و بهداشتی جهت تامین سلامت صحت شهروندان در بازارهای این ناحیه به صورت متواتر به بررسی و نظارت گرفته می‌شود. توقع می‌رود که شهروندان در هنگام خرید به تاریخ مصرف و کیفیت مواد خوراکی و بهداشتی نیز توجه نمایند. همچنان حفظ صحه محیطی، اصناف مختلف نیز به بررسی و نظارت گرفته شده و به متخلفین در رابطه با رعایت اصول مقررات شهری تفهیم گردیده است. کارمندان بخش صحت محیطی و محیط زیست ښاروالۍ کابل همچنان در ناحیه هفتم 1800 کیلوگرم مواد تاریخ گذشته را از بازارهای این ناحیه جمع‌آوری کردند و برای از بین بردن در محل مخصوص آنها را انتقال دادند. مسئولان ناحیه هفتم طی بررسی‌های اخیر از بازارهای این ناحیه به مقدار 1800 کیلوگرم مواد بدون کیفیت و تاریخ گذشته را جمع‌آوری نموده و غرض از بین بردن به محل مخصوص آن انتقال داده شد. این مواد شامل 16 رقم از جمله شیر، قیماق، چپس، چاکلیت، بیسکویت، شامپو، صابون، انواع نوشابه، کچپ و دیگر مواد شوینده باب می باشد. تقریبا به حدود 1800 کیلو تاریخ تیر مواد موگا را جمع کردی چه پده که شوینده مواد، بعضی نوشابه او بعضی نور مواد شامل دی. نو دا هوادوالو تا دی مونگا یو پیغام داگه دی چه کوشش دستی ویشی چه تاریخ تیر مواد سخه جان و ساتی. چگونگی، کیفیت و تاریخ مصرف مواد خوراکی و بهداشتی جهت تأمین سلامت صحت شهروندان در بازارهای این ناحیه به صورت متواتر و بررسی و نظارت گرفته می شود. ما برای تمام دکاندارای توصیه می کنیم که در زمان خرید با تاریخ آن متوجه باشند، چون که ما همواره با طور متواتر از تمام مربوطات ناحیه هفتم جمع آوری داریم. انتظار می رود که شهروندان در هنگام خرید به تاریخ مصرف و کیفیت مواد خوراکی و بهداشتی نیز توجه نمایند. همچنان حفظ صحه محیطی اصناف مختلف نیز به بررسی و نظارت گرفته شده و به متخلفین در رابطه با رعایت اصول و مقررات شهری تفهیم گردیده است. یو خخار خو خاریانو تا ارتیا لری. پا حقیقت که خخار جوړول حق وقت ممکن دی چی هغه ښار ښه او مسؤول وګړي ولري. آیا تاسو فکر کوئ چې تاسو د خپل ښار لپاره
یو ښه ښاری است؟ ستاسو په نظر یو ښه ښاری څوک دی؟ ښه شهروند یا ښه نفر هغه ده په جامعه کې چې کوم کارونه چې په سلوک او قوانینو سره برابر وي هماغه ترسره کړي. لکه اوس رفت آمد یې موږ ته یې جوړ کړي، څه شي لپاره یې جوړ کړي؟ چې پیغام باندې رفت آمد وکړو، نه په سړک باندې چې نور ته مزاحمت ترسره کړو. او خپل که دغه خوراکي توکي څه شي کثافات چې دا باید هغه کثافداني کې واچوو، داسې کار ونه کړو چې د سړک په سر یې واچوو. که دا موږ د سړک په سر یې واچوو نور خلک هم موږ نه زده کوي، نور حتی دا ماشومان لویان دا خپل هم وایي چې دا اصلا دا اصلي د موږ خپل وطن ده، باید ښې وساتو، پاکې وساتو. او کوم کثافات چې کوم وسایل چې هغه باید کثافداني ته ورسو، کثافداني کې واچو. فکر میکنم شهروند خوب بودن کار سخت نیست. هر کدام ما و شما میتونیم آقای نوری که بر شهر خود شهروندان خوب و با مسئولیت باشیم. بله فیضی صاحب، ساسو خبر از تاییدوما. موږ باید د خپل ښار ساتنه وکړو او د خپل ځان څخه باید شروع وکړو او یو ښه ښاری اوسو. بله، برنامه با امید از اینکه هر کدام ما شهروندان خوب با ما با مسئولیت بر شهر خود باشیم، برنامه این هفته کابل بسوی آبادانی در همینجا به پایان میرسانیم. تر بل اونۍ، د الله پامان.